و نمونجا بود که دیم رو رفته رفته بودم روان بودم یک نفر پیدا شده بود دیگه عاشق از شدم خب بازم اونجا کورا دیدم که از اون زنش کچ آمد دیم تایران مندم باش کل از را یک بزن بس باد برسن فامیلی ایران مندم کال چطور شد باز یک را میگه خواندن دیگه در ذهنم آمد گفتم میره نصیب میں تو ہے کہ نہیں تیرے نصیب میں میں ہوں کہ نہیں میرے نصیب میں تو ہے کہ نہیں تیرے نصیب میں میں ہوں کہ نہیں یہ ہم کیا جانے یہ وہی جانے جس نے لکھا ہے سب کا نصیب این رقم دیگه بزرگ رفت که زن خود ما اش ندیدون دیگه اما نه چشم آتش زار لیلی خلایق در بدر از بار لیلی او لیلی لیلی و ما از ده قلب از اردوش تشکری میکنم و به هندازه دوستشان دارم چرا که خیلی ها بودن پدرم به خاطر ما خیلی ها را از دست مثلا در زندگی خود خیلی ها را مثلا از اونا فاصله گرفتن برادرایشان قوم خیششان در پدرم کلان قومی بود خب اصطلاح دیگه یا کلمه دیگه بانو سوسنی را بگو که قنجقه چی مانده قنجقه کسی که یک وقتی عاشق بود با او وقت خود بره با وقتهای خوب خود یک دفعه فکر کنه خاطرات شون سلام دوستای نازنین امیدوارم که همه تون جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین دوستای نازنین امروز ما همراه با ایسا جان و یک مهمان نازنین هم روی خود داریم که همه ما در خدمت شما نازنین قرار داریم و امیدوارم که یک برنامه فوق العاده عالی و جالب به شما تقدیم بکنیم و داشته باشیم دوستای عزیز ما هم قسمی که گفتم یک مهمان نازنین داریم و این مهمان نازنین را عیسی جان برتون معرفی میکنه که کی هست و همچنان کدام فعالیت ها را تا حالا انجام داده و در آینده ها چه پلان ها داره بیشتر از عیسی جان میشنیم عزیزای دل سلام امیدواریم جور صحتمند باشین خوش و آرام باشین همیشه عاشق و سربلند و با عزت باشین قسمی که معصومه جان گفت بازم امروز ما معصومه جان و یک نازنین را قد خود داریم که بعداً بر شما معرفی میکنیم خیلی خوشحال هستیم بازم یک بار دیگر در خدمت شما نازنین ها قرار داریم عزیزای دل امروز یک مهمان بسیار نازدانه و فوقلاده و عالی داریم که این نازدانه ما هنرمند است و در عرصه هنر فعالیت دارن و فعالیت انجام میتن نگه معصومه جان میگه که بانوی هنرمند است شما معرفی کنین از نظر ما چی بهتر است که همراه خودش صحبت کنیم و خودش خود معرفی کنه و بیشتر در مورد کارهای خود برای ما و شما بگه و فعالیتهای خود برای ما و شما بگه یقیناً که چهره را شما میشناسین نگه چهره تلویزیونی هست چهره شان شما دیدین از طریق پردای تلویزیون شما حتماً ای را میشناسین و دیگه ما شما رو منتظر نمیمانیم میریم همراه خودشان هم کلام میشیم و در این برنامه کوشش میکنیم که بیشتر نگه بانوی هنرمند را وقت بدیم دیگه اینا صحبت کنه و صحبت های شیرینش ما و شما لذت ببریم سلام بانو بسیار خوش آمدی امروز خیلی خوشحال هستیم که شما رو در برنامه داریم تشکر زنده باشین تشکر از شما که مرا به ای چینلتون دعوت کردین واقعا ما بسیار چینل زیباست آهنگای هزارگی ما رو پست برا زنده میسازین بازخوانی کرده یکان وقت که میشینیم با هم دیگه شب نشینی هم میکنیم خوش و میامد واقعتش که در یک بار بیام در برنامه تان اما مسئولیت های زندگی کجا اجازه میده به هر صورت این گفه رو فلحال کنار میمانیم میخوام به دوستایم رسیدگی کنم خب من نمیدونم علاقمندای عزیز من را چقدر بیاد دارن چقدر ندارن چرا که یک مدت طولانی بود که من از راه هنر دور بودم از راه سینما هنر دور بودم خب مسافرت ها مشکلات روز و روزگار انسان ها را از وطن از دوستا از قوم خیش از همه گی دور میسازه همچنان از علاقمندای عزیز دور میسازه
خب سوسن فیروز هستم، اولین دختر ربخان افغانستان که همیشه وقت علاقه‌مندی به تابوت شکنی از خورترکی داشتم و همی حالشم دارم. خب امیدوار هستم که یک برنامه خوب داشته باشم با یک زوج نازنین که من در برنامه خود دعوت کردن. بعد از سالها میخوایم باز یک بار صدای ما بکشم در کنار اینا و من نمیفهمم که امروز اینجا سر ما چی خواد خواندن. به هر صورت خوش هستم که در خانه های شما نازنینا از طریق چینل عیسی جان عزاره و بانوی نازنینشان، خانوم نازنینشان آمدیم. ما 3 نفر مهمان خانه های شما شدیم. بیننده برنامه ما باشین تا آخر باز بر ما بگین که چی گپ هست. خوشتان آمد نامد باز اگه خوشتان آمد یک لایکی رقمی که نامد بازی رقمی. تشکر یک جان. بانو سوسن نازنین، یقینا خود تو عزیز هستی برای بیننده، برای طرفدارای خود و همچنان برای ما. ما همیشه صدای تر میشنویم. همون قسمی که خود تو گفتین که واقعا شما تابوشکنی کردین در جامعه سنتی مثل افغانستان، یک دختر با او استایلی که مثلا ربخانا دارن با او استایل نگه شما با این روی پرده تلویزیون ظاهر شنین، این کار بسیار سخته. واقعا خیلی برام سخته. دقیقا کاری سخته، یعنی در توان هر کسی نیست. نگه از این لحاظ ما واقعا به وجود شما افتخار میکنیم. سوسن نازنین، اکثریت دوستا نگه قبلا نگه شما متوجه شده باشین در برنامه خود شما نگه اکثریت دوستا لایف اگر بودن، سوال خیلی از دوستایی بودن که سوسن از کدام قوم است. این مسئله البته من این سوال از به این منظور سوال ننم که خدای نخواسته برای دوستا یک برداشت شده که اینا بسیار متعصب هستن و نگه مسئله قومی ایزار دامن میزن. این یک چیزی واضحه که هر کسی که در یک جای مره با ماهویت خود ظاهر میشه و باید ظاهر شود. نگه چون اینجا یک ذره خیلی یک نکته بسیار باریکی وجود داره، به او خاطر خیلی اکثریت از دوستا از بانو سوسن سوال کردن و نگه ما میخواییم که امیم روز در برنامه خواست بانو سوسن سوال کنیم که برای ما مشخص شود. اکثریتی از دوستا میگن که بانو سوسن هراتی است. دیگه حالا نمیفهمم که هراتی است. دیگه باز ما میگیم که نه، ای از آره است، اون صاف سوچه صاف سوچه از آره است. دیگه ولی شکلش صورتش دیگه در از آره گیا بسیار کم میمونه. میریم از زبان خودش میشنویم و خودش دوباره از این موضوع برای ما و شما توضیحات میده. خب در وطن ما شما یک رواج است، در یک جای که وظیفه بری میگه کجا وظیفه میری، چقدر ماش داری، ماشو چقدر است. دیگه این یک نوع یک فرهنگ ما شما است، یک رواج شده بیخیق. مثلا یکی رو بینا چند ساله هستی، یا یکی که زباش که چند سال زباش که چند اولاد داری. مثال نه، این بیخیق مثل یک پولیس باره. حالا هموطنهای عزیز، من از راست یعنی خیلی ها خیلی جای از من سوال شده، مسیج تا این سوال از من شده. من خودم با خودم در مسیجای فیسبوکی این سوال از من شده که خودت از کجا هستی، چه رقم. باز واقعتش من امور رقم ایران میمادم چرا تو سوال ها میشه از من. باز من تو من از افغانستان هستم، میفهمی یا نی. باز هنرمند کس منحصر به فرد، منحصر به یک کشور نیستک، چون که اگر هر زبانی را که بخونه از همون کشور مثلا یک پشتیبانه یک حمایت شده یا میکنن دیگه. به این شکل و خود من واقعتش این رو به این دلیل نمیگم که مثلا من خود از یک جای افغانستان، ما کل ما افغانستیم، یک مشت هستیم. بخاطر که خارج از کشور وقتی که ما میریم ما را میگن که پاسپورت ما افغان است، میگه افغان لوک. در هندوستان که فیلحال ما شما هستیم افغان لوک، اگر در پاکستان بریم افغانیانو کابلیانو نه، این رقم میگن بر ما شما. به می خاطر خیلی کل ما یک پاسپورت داریم با نام افغان، کل ما افغان هستیم. و به هر صورتش من می خواهم خودم معرفی کنم. این که چهره من نمی خواهم یک دلیل داره. که پدرم که هستن از غوربند هستن و مادرم که هستن از سیدای بیدود بغمان هستن. به می خاطر
مادرم دیگه نام خدا دیگه تاجک هستن دیگه، زین هستن، تاجک هستن، به نمی خاطر از دو چیز ما ساخته شده از دو کمپانی و از هرات که مردم عزیز ما فکر میکنن، علاقه من دایی جز فکر میکنن، بخاطر یک از دوستا برمه یک فیسبوک جور کردن. فیسبوک من در اونجا اونا نشته کردن از هرات، اونا نمیفهمیدن ما از کجا هستم، اونا فکر میکنن ما هراتی هستم. یک از در سیدار ساین خانه وقتی که ما کار میکردیم یک از دوستای ما هراتی بود، ما میشن با اون که میرسیم انشتنی لالا خوبی تیاری در خونه شده دم سرا شما همه که خوب بودن در سرا شما با من روز مذاق میکردم، باز اونا فکر میکردن که حتما ما هراتی هستم، با او خاطر هراتی نشته کردم دیگه. چی بگم دیگه، خب علاقه منده هستن، طبعا خیلی ها میخواین بفهمن که چه رقم است. با امید روزی که همگی ما درک داشته باشیم، در کنار هم دیگه باشیم، که ما همگی ما یک افغان هستیم، یک صدا باشیم. این ملیتگرایی و علی بینیش بچه قصد بینیش بلنده است، افغان است که فلان است، اینا را همگی ما اگر کنار بانیم، کل ما یک مشت بسته شیم، هیچ کشوری، نه پاکستانی، نه ایرانی، نه چینی، هیچ کشوری دخالت نمی کنن. برنامه ما شما برنامه دوستانه است. من نمیخوام رو به سیاست ببرم، رو به امروز من چه نمیخوام رپ بخونم، چرا که تمام رپ های من سیاسی است، سیاسی بوده و در مورد مهاجرت بوده، در مورد جنگجویا بوده، چرا گرچه من نتونستم کلیپ اینایش درست کنم، چرا که از نظر اینکه من تنها بودم در خانه، پدرم وقتی که من گام به دنیای سینما و به دنیای هنر برداشتم، پدرم مثل یک بادیگارد همیشه در کنار من بود. اونا بودن که مرا حمایت کردن، مادرم در منزل و اونا در مادرم یک روز مرنک بچیم جایتا چرا جمع نمی کنیم، بچیم اینجا ناجروز چرا نمی کنیم، بچیم من مزدور دستم نان پیش روید بانم. و من از ده قلب از اردوش تشکری میکنم و به اندازه دوستشان دارم، چرا که خیلی ها بودن، پدرم به خاطر ما خیلی ها را از دست، مثلا در زندگی خود خیلی ها را بسلا از اونا فاصله گرفتن، برادرایشان، قوم خیششان، در پدرم کلان قومی بود، به خاطر ما همه چیز ودا گفت و این نمیفهم چرا. و حال هم انشالله، چرا که ما عاشق تابوت شکنی هستم، حالا هم انشالله با 3-4 آهنگ دیگه، یک از دوستا هستن فیلحال این راز باشه، میخوایم یک برنامه درست کنیم. افغانای خود ما هستن، بسیار یک شخص محترم هستن و ما با اونا یک آهنگ های سردست گرفتیم، اجراعات داریم که در او انشالله خیلی تابوت شکنی ها هست، اما این بار سیاسی نیست، چرا که مردم ما، من یک چیز متوجه شدم، مردم ما و شما خیلی درد دیدن، خیلی رنج دیدن و فلحال هم با مشکلات دست پنجه نرم کرده رئیسن. خیلی ما چرا نه که ما اونا را، اگر من کومیدیان نیستم، استعداد یک شخص کومیدیان من ندارم که وطن خود خنده بتم، دردش برای یک 10 دقیقه فراموش بکنه، نه مشکلات وطنش برای یک 10 دقیقه فراموش کنه. ما میخوایم که با آهنگم لاقل با یک جوانی را، یک کسی که یک وقتی عاشق بود، با او وقت خود بره، با وقتهای خوب خود یک دفعه فکر کنه، خاطراتشان تازه شوه. ما هم منتظر هستیم که بخیر اون روز برسه که ما ببینیم که چی هست. تشکر بازم یک جهان. خوب فکر میکنم برنامه را ادامه بدیم، من بخی این دنبوره را که میبینم یک رقم دلم بخ بخ میکنه، گیر دستک بزنم صدایش را بشنم. من میشنویم انشالله که میشنویم که آهنگ کدام آهنگ اجرا میکنین و که قبل از که شما آهنگ با دنبوره یا بی دنبوره این را نمیفهم که شما چی اجرا خواهد کردین، ولی قبل از که آهنگ را اجرا داشته باشین باید به دوستا یادآوری بکنم و اطمینان کامل بتم که بانوی عزیز بانو سوسن هزاره مکمل و متفکس کمپنی هزاره هست دیگر. گبلش میاد بازی در چهرش نخورین جان. اگر یک کار دیگه کنیم بخاطر اطمینان دوستا که برای دوستا ثابت شد دیگر، ای هنرمندا اکثریتش در هر جایی که برن این نمیشه که ثبوت شوه، با نصوصا با دنبوره آهنگ میخونه و این
یک چیزی باشد که ثبوت شود. دیگه چون هنرمندا در هر قالبی که بیندازیم اونا خود آماده میکنن. بله. با دنبوره میتونن بخونن، رب میتونن بخونن و دیگه با هارمونی میتونن بخونن. دیگه میریم یک چند کلمه هزارگی، یک بازی هم شوه، یک گیم هم شوه. دیگه البته دوستا ایرم از روی تعصب چیزا نمیگیم، نگه به خاطر از این میگیم که برنامه ما خسته کن نشوه و یک ذره یک بازی هم شوه. یک ذره جالبیت خاص خود داشته باشه. دیگه میریم از بانو سوسن. بازی کردن از کجا یاد گرفتین شما؟ بر من نگفته بودین این گیم میخواین بازی کنین. خیر، بازی از قسمت های برنامه که همون قسم ناخودآگاه، همون قسم یک چیز رسوال مونیم بدون هماهنگی، همون جذابیت خاص خود داره. من فکر میکنم راز تنها من میتونم یک چیز راز بسازم، شما هم دیگه راز ساختین. ما را دست کم نگی. خب مسما جان سوال اول را از بانو سوسن، یک کلمه متسوچه هزارگی سوال کن که سوسن میفهمه نه. یک زمان ما شرمنده نکنی که خود یاد نداشته شد. نه ما خوب یاد دارم. ام یال اگر قنجقهشم خوب صاف سیه دیگه آزرگی تو را بگم، خوب سیه تو را بگم. البته لحجه ها فرق میکنن، مثلا لحجه مثلا بامیانا، دایکندی، اینا جاغوری لحجه هاشون فرق میکنن. خب تو سوچه جاغورگی سوال جاغورگی تو هم میخوایم امروش جاغورگی تو را بگم. ام اصطلاح های چی هزارگی جاغورگی لحجه جاغورگی را میخوایم ازش سوال کنم. چطور؟ خوب. الغي ما قلت لغيت لا لا تايلو بلو ما خجوغيدي نيست ما از قربان دستم. حالا یه قربندی دیگه چرا خب میشه؟ خونه یعنی تایلو بلو یک چیزی خیلی یک اصطلاحی که در خیلی اکثریتی هزاره جاد استفاده نموشن. پس یک چیز بگویم که همه همون میباشه دیگه. نوبلا نوشه و موگن. اخو امی نوبلا نوشه و بگویم چیز. نوبلا نوشه و میگه او سر نوه ای سر نوه. او سر بالای نوه پایان نوه. دقیق نیست. دقیق نیست من تا یک کمی نزدیک است. خب میگه او سر عورو جوی یا نه ای سر جوی. نه. یک ذره یک نزدیک کدی. نوبلا نوشیو. تایلو بلو. آردو شیکیه. نوبلا نوشیو. نمیفهم. با دلیلی که من خب بسیار سالا در ایران و پاکستان مهاجر بودیم. من تا بال خودم در غربت نرفتیم. ندیدیم اونجا را. دیگه خودتون فکر کنین. باز اینمی اصطلاح رو مسما جان چیه؟ در دایکندی قسمت ها چی مگن؟ بنبلا مگه؟ بنشیو مگه؟ والا لهجه ها فرق میکنن. دیگه ای را بانو سوسن امی نو بلا نو شیو یا بن بلا بن شیو را ای را بخشی تو بگیم که بالا و پایین. نو بلا بالا نو شیو پایین. یا تایلو پایین بلو بالا. درست. خب یک چیز دیگه ما سوال منم از گودره ما تیر شد. از پولی ما تیر شد. از پولی ما. از گودره ما تیر شد. نه؟ از پیش ما تیر شد. این گودره البته در مناطقی مثل بامیان بس قسمت هایشی دایزنگی، دایکندی اینا استفاده مونن. دیگه اینی سمتی مثلا طرف غزنی، بهسود، دیگه خودی مرکز اینا کستا گودره نمیگه، اینا از پیش روی میگه تیر شد. خو دیگه تو سوال مونی ما سوال نه خودت سوال کو تا او زمان ما یک ذره چرت بزنیم که تو یک سختش پیدا کنم. مثلا تا این جایی را امو تر آشناییت داره با کلمات از آرگی. الغی ما بل تلغی تو تلغه خو فرق سره میگن. خو امی تلغه خب تا جای کشندیم سره میگن نه فرق سره. ای که الغیم بل تلغیت
نمیفهم. شک کنین، شک کنین، ولی ما شک ندارم. یک دفعه، یک دفعه آه یادم اومد، پدرم برام گفته در غیم بل تلغی تو. باز بیدرکم از پرسان که بگه می چی هستک، چرا من تو میگه؟ گفته بود یکی از دوستارم هم میرخم گفته بازو کار کرده بود، این بر دو چتی زده باز بسیار چتیات فکر کرده بود. باز یعنی الغا، یعنی به این شکل قف دستم بال بسر تو همه تو رکشه دستم بسر. باز شک نکنین دوستا شک. خب اصطلاح دیگه یا کلمه دیگه بانو سوسن این را بگو که قنجقه چی مانمده؟ قنجقه فکر میکرم امی را دیر نمیشه کشندیم، امی چند دقیقه پیش شنیدم که خودت گفتی خودت گفتی که ما قنجقه شمو نقل منم نم امی را کم گفت را زدینی گفت میزنم یا دیدی چی تو ذهنم فعال است. خب معنایش معنایش یعنی همراهیتان همراهیتان. یک چک چک. تشکر سوسن جان، بسیار جالب و بسیار خیلی خوب جواب داد، یعنی واقعا به اثبات رسان که هزاره هست، اما اصطلاحا اما کلمات هزاره گیره کلن. البته فقط یک دانش جواب نداد دیگرانش خوب بود جواب داد و از این معلوم میشه دیگه شک نداشته باشین. و قبل از اینکه کدام مجرا داشته باشه سوسن جان، میخواییم که ازش یک زمزمه با ما کنه. در این قسمت از سوسن جان اگر یک درخواست کنیم به نمایندگی از دوستا یا خواهش کنیم که یک آهنگ هندی برای ما و شما یک زمزمه کنه. دیگه چون سوسن جان با دنبورم میتونه بخونه، با آلات موسیقی افغانی ما شما میتونه بخونه و در این حال آهنگای هندی رم، بعضی آهنگای هندی رم بسیار قشنگ و خیلی عالی زمزمه مونه. دیگه ما یک آهنگ داشتی خواهیش منم خود چی میفهمن دیگه کدامه دیگه نام نمیگرم. چطور؟ چطور سوسن جان؟ خب شما لطف دارین، مهربان هستین، از حسن نظرتان است که قد تعریف میکنین. شما عزیزا هستین که بر ما به گفته میخارجی پاور میدین، شما ها هستین که ما میفهمیم که ما هنرمند هستیم و ما تشویق میشیم و اجرا میکنیم و بر بار دیگه باز هم مثل که در چینل وقتی یک لایک یا یک شیر یا مثلا یک کامنت که مانده میشه، حالا خوب یا خراب هر چی که میباشه، اگر خراب میباشه خرابش ما رو تشویق به این میکنه کار ما رو بهتر بسازیم، اگر خوب میباشه ما خوش میشیم دیگه، مثلا یک انرژی میگیریم. امور رقم آوازخانی هم امور رقم است. آهنگای هندی بعضی اوقات، اما آهنگای قدیمی یک دفعه خود به خود دان میوم، زیاد بلد نیستم، اما یک پارت که دلم تو میشینه اون قسمت ها رو یکان دفعه هم روی خود زمزمه میگم. و یک ثبت فیلم ما داشتیم از آره سایب امون جمعه ما خیلی همکاری داشتن، امون جا شنیده بود، البته من داشت پس خونه داشتم زمزمه میکردم. وا 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 هنگایی بدون رفا میخونی گفت، بگتم خب چیکار کنیم دیگه، نگال امون رو به خیال میگه که بخوان ببینم که امون هست یا نه. خب با اجازه شما عزیزم و با اجازه دوستایی که هنرمند هستن مرا میبینن، دیر است که از دنیای هنر دور هستم من و وقتش من تاور زیر دست هیچ استادی نبودیم که مثلا من فرا بگیرم همین دنیای هنر را، درس های هنر را. دیگه به می خاطر اگر کدام کمی و کاستی در همین زمزمی بسیار خوردم همی باشه، شما خودم به بزرگتان ببخشین با اجازه دوستا و شما دوست همچنان. चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। वो नमूज
که دیم راه رفته رفته بودم، روان بودم، یک نفر پیدا شده بود دیگه، عاشق شدم. خب بازم اونجا کورا دیدم که از اون زن چکت شامد، دیم تایران مندم باش کلا زره یک بزن بس باد برسن فامیدی ایران مندم کال چطور شد. باز یک راه میگه خواندن دیگه در ذهنم آمد، گفتم میره نصیب میں تو ہے کہ نہیں تیرے نصیب میں میں ہوں کہ نہیں میرے نصیب میں تو ہے کہ نہیں تیرے نصیب میں میں ہوں کہ نہیں یہ ہم کیا جانے یہ وہی جانے جس نے لکھا ہے سب کا نصیب. این رقم دیگه بزرگ کرد زن خود ما اش ندیدون دیگه. برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میں گھر سے نکل آئی بوتل بھی اتار آئی ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو جی لینے دو بھری برسات میں پی لینے دو. زندہ باشین، تشکر یک جان. خیلی گفتم در سرتان رو به درد آوردم دیگه. زنده باشین، قربان. بزاره صاحب اینا رو سم مغزم زمام کردین، گیمان بازی کردین. خب خیلی بگی دیگم دنبوره رو سرکو که از کهی بدر دلم او او شد سر ساز شنیدن دنبوره، یک اجرا اردوی مداشته باشین فکر میکنم. خیلی عالیه. میریم یک آهنگ ازارگی را دیگه، همون قسمی که سوسن جان کلمات ازارگی را قشنگ دیگه ادا کرد و دیگه قشنگ جوابایش را گفتک و آهنگای هندی را بسیار قشنگ زمزمه کرد، دیگه یقینا که با دنبورم بسیار قشنگ میخونه. دیگه شما بیننده باشین و ببینین. چطور مسما جان؟ بله. و یکی اینا کدام آهنگ میخوانن؟ چون وقتی که دنبوره را گفت دنبوره باید سور شونه و با دنبوره بخونه، یقینا که یه آهنگ ازارگی اجرا میکنین انشالله. حتما دیگه آهنگای ازارگی معمولا بلی دنبوره آهنگای ازارگی سبک از ما ازارگیه دیگه. خب قطغن یاد نداریم. تو نگو قطغن یاد نداریم، یک آهنگ قطغنی داشتیم. خب میریم. به هر صورت دوستان میریم، از دو نازنین میشنویم آهنگ ازارگی، ببینیم که چی میخوانه و بر ما شما چی اجرا میکنه. امان از چشم آتش زار